من خیلی خوشحال هستم که خداوند جواب دعاها داد ما دعا میکردیم اگه اراده خدا هست از برلین به هامبورگ بیایم و یه خونه جور شد خدا رو شکر در هامبورگ خواهیم بود پس دیگه خانواده نزدیکتری با هم خواهیم بود اینجا با هم در خدمت خداوند خدا رو شکر خب من امروز دعا میکردم دو تا پیغام تو دلم بود بعد آلبرت که صحبت کردم در راستای عید پنتیکاست که رول به قول معروف آتش روح القدس بیاد در زندگی تک تک ما و یک پیغام می که هفته پیش برده آلبرت دادن پس این پیغامیه که تو قلبم بود در رابطه با اول پتروس باب یک آیه هفت میخوایم یک آیه بخونیم و بعد کلام خدا رو بشنویم اول پتروس باب یک آیه هفت تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یاف شود در حین ظهور خداوند مانیسای مسیح اینجا ما میبینیم که در دوم تیموتائوس دوازم میگه آنانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند که میدونه بقیه شیر؟ آنانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند دید خب کلام خدا هم اینجا میگه که ایمانی که از آتش باید عبور کنه ایمانی که آزموده میشه به وسیله آتش ایمانی که خداوند ایمانی نیست که فقط ما ایمان داریم چون که شیطان هم نیز ایمان داره میگه و میلرزه شاید هم بیشتر از ما ایمان داره چون که بعضی موقع شاید ما شک میکنیم خدا کجا ولی شیطان صد در صد ایمان داره که خدا هست چون که او رو دیده باش در ارتباط هست ولی مسلما خواسته الهی این نیست که فقط ما ایمان داشته باشیم برای همین ایمان باید تست بشه آزموده بشه باید امتحان بشه در امریکا امتحان های مختلفی هست مثلا شما وقتی میخوایم برد پزشکی یا اون مدرک دکتریتون تونه بگیرید دویست و سی رو باید جواب بدین برای برد وکالت 200 تا سوال رو باید جواب بدین برای ورود به دانشگاه کنکور 164 و شست رو باید جواب بدین برای امتحان خلبانی باید شست تا سوال رو جواب بدین برای امتحان رانندگی اونجا آسونه مثل اینجا نیست سی تا باید جواب بدین برای ورود به امریکا از گمروک ده تا سوال باید جواب بدین برای ازدواج باید یک سال رو جواب بدین بله یا نه <applause> I do <applause> میگی ولی تعداد مهم نیست کیفیت مهمه هیچ کدوم از ما نمیخوایم یه همسری داشته باشیم که 99 درصد مال ما باشه و یک درصد برای کسی دیگه باشه کسی میخواد اینو؟ هیچ کس نمیخواد آن؟ و خدا هم دوست داره ما آزموده بشیم تا 100 درصد ایمانمون متعلق به او باشه و این به جز به آتش آزموده نمیشه همینجوری بگیم حالا خدای من ایمان دارم خدا میگه نه باید تو از آتش ایمانت بگذره یادم پاکستان که بودیم همه میگفتن چرم پاکستان خوبه بریم کاپشن چرم بگیریم بعد یه نفر گفت اگه خاصی بری اینجا خیلی کلک میزنن حتما یه فندکی با خودت ببر که گفت کاپشن چرمه بهش میگی اصل چرمه اصله میگه آره بگو میشه فندک آتیش بگیرم زیرش اگه قبول کرد این چرمه اگه گفت نه پلاستیک باشه میسوزه شل میشه اینا ما هم دیگه یه فندکی توی هر جا میرفتیم آقا میشه این چرمه گفت صد, صد درصد چرمه آقا فنده نه نه آقا برو نمیخواد اصلا نمیفروشیم برو ایمان ما چطور اگه آتیش وارد ایمان ما بشه اگه ما آزموده بشیم چقدر مطمئن هستیم این ایمان درست هست توی ادبیات فارسی یک شعری هست نمیدونم آتش در نیستان کسی این شعر رو شنیده یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت همچون اشکی که بر جانی فتاد میگه نی به آتش گفت که این آشوب چیست و همینطوری حالا این یک صحبتی بین نیستان اگه میدونید در جایی که نیشکر هست نی برگهای خیلی نازک داره ولی خود نیشکر قطور هست و خب بلا خیس هست توش پس با آتیش سوخته نمیشه وقتی آتش رو در نیستان میندازن به خاطر اینکه فقط برگهای خیلی ظریفش که به درد هیچی نمیخوره سوخته بشه و بعدش خود نگیدن یا پاکش کنن یه آتیش میندازن سری آتیش میگیره و نیا میمونن بعد میگه نی به آتش گفت این آشوب چیه اینا بعد آتش بهش میگه زان که میگفتی نیم با صد رنگ و موی همچنان در بند خود بودی که بود بعد میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بیدردی علاجش آتش است بعضی موقع باید اون صفات خوبی که درمانی سوخته بشه و خداوند اجازه میده به وسیله این آزمایش ها ما در این بره بریم خب حالا هدف خدا چیه؟ آیا آزمایش اینه که ما یه آزمایش بدهیم در ایمانمون کم بالا باشیم پایین باشیم یواش یواش روش کنیم چه چیزی خدا هدفش از این آزمایش ها چی است که ما رو میخواد به چه جایی میخواد برسونه چون که بعضی موقع ما امتحان میشیم آزمایش میشیم ولی هدف خدا چی هست اگه با هم تسنیه 28 13 رو نگاه کنیم هدفی که خدا داره اینجا برای ما توضیح میده ببینیم با هم لطفا نگاه کنیم تسنیه ۲۸ 13 اگر میخواین این نفر لطفا بخونه برای ما بلند تصنیه 28 13 بعد نور میخوان بفهم بفهم خواهش شما را سر, سر خواهد ساخت بله آمین. آمین خداوند تو را سر خواهد ساخت دم تو پایین نخواهی بود بلند خواهی بود فقط نپست یه بار دیگه با هم دیگه این کلمه رو میخوام با هم تکرار کنم با هم بگیم بلند خواهی بود فقط نپست بگیم بلند خواهی بود فقط نپست پس کلام خدا میگه تو ایمانداری نیستی که هی بالا بری پایین بیای رولر کوستر نیست این هی بری بالا پایین باشی ایماندار حقیقی بلند خواهد بود فقط نپست این دید الهی هست برای ما کلام خدا میگه در مزمور 104 آیه 4 میگه خادمان خود را آتش مشتعل میسازد خدا هدفش اینه که ما آتش مشتعل باشیم عیسی مسیح گفت یا سرد سرد یا گرم گرم فاتر و ولرم گفت بیرون انداخته میشه ما بعضی موقع اینقدر دنیا بهمون دروغ گفته آه خیلی دیگه تو آدم ایماندار دیگه حزب اللهی نشو نمیدونم تعادل داشته باش این کلمه اصلا اشتباه شما بگید کلام خدا میگه شما نمک جهانید باید شورشو درارید اگه نمک بی نمک باشه که دیگه نمک نیست تعادل ما در رفتار ماست نه در ایمان ما ایمان تو نباید وسط باشه تو باید در ایمان بلند خواهی بود فقط تو باید آتش مشتعل باشی نمیتونی بگی من یه ایمان دارم نه خیلی خیلی بالا پایین میپرم نه همینجورم هم ساکت همینجوری سعی میکنم یه کلام خدا میگه وسط نمیتونی بری یا بالا باید باشه یا افتادی پس انتظاری که کلام خدا از ما داره اینه که در دوم قرنتیان باب دو آیه 14 و 15 میگه شما را در موکب زفر هر روز جلو میبره تو همیشه باید پیروز باشی تو در زفر باید باشی اینجوری نیست که بگیم یک روز من شکست خوردم یک روز بالا میام یک روز دو تا کتک میخورم یه نمیزنم اینجوری نیست ما این رو دروغی هست که به ما قبولوندن که آقا حالا هر روز آدم که شارژ نیست حالا حالا امروز یکمی کمی ضعیفتر باشم اشکال نداره امروز حال ندارم برم کلیسا میگن یه شخصی صبح مادر صداش کرد گفت پسرم بلند شو برو کلیسا گفت سه تا دلیل به من بده که من برم کلیسا امروز اصلا حال حوصله ندارم گفت اول امروز یک شنبه روز خداوند مسیح قیام کرد از مردگان تو هم برخیز از این تخت خواب مردت گفت خب دلیل دوم گفت دوم کلام خدا میگه از مشارکت و با هم جمع شدن غافل نشوید که بعضی عادت کردن گفت خب سومی گفت عزیزم تو کشیش کلیسا هستی بلند شو برو کلیسا <applause> بعضی موقع ما فکر ما امروز حال ندارم نرم برم چه کار کنم ولی خداوند میگه تو بلند خواهی بود فقط تو آتش مشتعل باید باشی مسیح فرمود شما نمک جهانید شما نور جهان هستید نمیشه نمک خاصیت خودش از دست بده میدونید نمک در گذشته کلمه‌ای که ما در انگلیسی داریم برای پول و حقوق سالری از کلمه لاتین سل میاد سل sal, یعنی سالت یعنی زال پس اون موقع مهمترین ارزش برای کسی که میخواست به جای پول معامله میکردن نمک بود و مسیح میگه شما ارزش این جهان هستید شما مفهوم و معنای زندگی هستید کسایی هستید که به این زندگی مردم نگاه کنند ببینن طعم زندگی چی هست ولی در یک صورت نمک خاصیت خودشو از دست میده وقتی که با دنیای بیرون خودش آغشته میشه وقتی با دنیا گناه وقتی ما آغشته میشیم دیگه نمک نمیتونیم باشیم و عیسی مسیح فرمود که شما دیگه به درد هیچ چیزی نمیخورید چون که یک زیردریایی ساخته میشه که در زیر آب بتونه عمل کرد داشته باشه بره تا وقتی که دریا در زیردریایی وارد نمیشه زیردریایی به کار خودش ادامه میده به محض اینکه دریا وارد زیردریایی بشه کارش تمومه مسیحی هم مثل زیردریایی در دنیا داره زندگی میکنه ولی نباید دنیا در او وارد بشه چون او خاصیت و طعم خودش رو از دست میده پس اینجا عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه نمک شما اون طعم شما اون بوی خوش مسیح از زندگی شما باید مردم اونو استنشاق کنن باید ببینن حقیقت شیرین ایمان چی هست بعضی فکر میکردن به مسیح میگفتن ملکوت آسمان کی میاد کی بهشت برقرار میشه یادتون هست مسیح به اونا چی گفت گفت ملکوت در میان شماست اون قرار نیست ما بریم بهشت خوش باشیم ما از همینجا بهشت توی قلبمون به خاطر حضور مسیح همینجا هست که تو در سختی ها قوت خدا رو میچشی در مشکلات شادی خدا و آرامش خدا که فوق از فکر بشری هست در همینجا تجربه میشه چیزی نیست که بگم من برم پاسمان حالا همه چی بگذره اونجا خوش باشم همینجا ملکوت در بین شماست خب ما الان در از لحاظ تاریخ کلیسایی در زمانهای آخر داریم زندگی میکنیم عیسی مسیح وقتی که داشت به یوحنا مکاشفه رو میداد به او گفت که هفت کلیسا یا هفت دوره چند تا در رابطه با آخرت شناسی و مکاشفه چند تفسیر مختلف هست ولی یکی از اونها که من فکر میکنم درست هست کلیسای آخر زمان کلیسای لاودوکیه که آخرین کلیسایی هست که در مکاشفه باب سه میگه بیاییم با هم باز کنیم مکاشفه سه رو ببینیم خصوصیت کلیسایی که در این زمان آخر دنیا هست چه خصوصیاتی هست مکاشفه باب سه از آیه چارده به فرشته کلیسایی در لاودوکیه بنویس. که این را میگوید امین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی کاش که سرد بودی یا گرم لحاظا چون فاتر هستی یعنی نه گرم و نه سرد تو را از دهان خود قی خواهم کرد زیرا میگویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و اوریان تو را نصیحت میکنم که زر مصفا به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشانیده شده شوی و ننگ اوریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی خب اینجا خصوصیت کلیسای آخر زمان چی هست؟ یک میگن که چی؟ اولا نه میگن همین حالتی که باید فاتر باشی، بلرم باشی آقا ما تازه همین چند وقته چند تا فرم پر کردیم از طریق کلیسایی سازمانی که ما داریم دارن زور میکنن آقا با هم جنس مازا شما انقدر ایراد نگیرید بذارید اینا هم کشیش بشن دستگذاری کنید برکتشون بدید ما گفت ما قبول نمی‌کنیم. آقا دولت آلمان گفته همه حق دارن شما هم باید این کار بکنید. ما نمی‌خوایم بکنیم. کلام خدا مشخصا میگه تمام این گناهانی که داره اسم می‌بره میگه ما را چه کار است با کسانی که بی ایمان هستن هر کس زنا می‌کنه هر گناهی ولی کسی که به نام برادر یا خواهر خوانده میشه باید زندگی پاکی داشته باشه. چه برسه دیگه خادم باشه. و میخوان اینا معیار رو بیارن پایین 14 تا کلیسای نمام توی طرف دوسلدورف و اینا هستن اینو دارن زور میکنن 500 تا کلیسا FG باید رای بدن که بشه ما هم همه رای دادیم نمیخوایم اگر شما اینو تایید کردید ما از کلیسا از این مجمع کلیسایی ما بیرون میایم خب دنیا شما رو تحت فرق. توی امریکا 55 هزار دلار جریمه است اگه من کشیش هستم یه کسی بیاد بگه من هم جنس باز هستم بگه من کار میخوام تو کلیسا بگم تو هم جنس بازی من به کار نمیدم 55 هزار دلار من جریمه میشم اجازه نداری بهش بگی به خاطر هم جنس بازید من بهت کار نمیدم میتونیم بگی حالا ما نگاه میکنیم فرم شما رو بعدا بهتون خبر میدیم ولی اگه بخوای مستقیم بهش بگی آقا تو ما تو کلیسا تو راه نمیدیم یعنی برای کار شما رو جریمه سنگین میکنن دنیا داره معیار ما رو از قدوسیت هی hey میخواد بیاره پایین پایین تر پایین تر دو سه هفته پیش خانمم که رفتیم با هم هایدلبرگ رفتیم خرید بکنه که برای نوامون ببره یک ماشینی من فکر فکرم تظاهرات چیه گفتم دم سر صدا بوخ صدا موزیک رسیدن این ماشین تو خواب بود یک دود زد به ما بوی ماری جوانا اینا طرفدار کسایی که ماری میخوان بکشن آقا همه ما خفه میشدیم اینا خب آقا اینا میگن ما حق ماست، ما میخوایم ماری بکشیم شما توجه کنید در دهه شست توی امریکا یک حرکت هیپیا اومد که اومدن و گفتن ما میخوایم آزاد باشیم نمیخوایم بریم ویتنام به جنگیم ما میخوایم برای خودمون نشه کنیم میخوایم مست کنیم میخوایم سکس داشته باشیم هر کاری دلمون میخواد میخوایم بکنیم به شما ربطی نداره شما دوست نداری شما نکنید نتیجه اون چی شده همون کسایی که 18 سالشون بود در دهه 60 الان چند سال گذشته از دهه 60 60 سال گذشته تمام اونها کسایی هن که در این دوره های قبل مثل بایدن یا کسایی که الان میبینید همه همونایی بودن که اون زمان گفتن ما میخوایم هر کاری دلمون میخواد بکنه حالا دارن قانونها رو اونها قانون گذار شدن الان همون قانون ها رو دارن در کشور انجام میدن چون که الان تو قدرت هستن متوجه هستین پس میار قدوسیت و پاکی در زمانهای آخر داره هی میاد پایین محبت سرد میشه مردم نسبت به اون پاکی و قدوسیت یک کلیسای بزرگی بود خیلی هم معروف یکی از دوستای ما میگفت من رفتم چند سال میرفتم پرستش میکنم بغل یه نفری یه خانمی بود هی مثلا سلام علیک نه با یه آقایی و گفتم بذار ما توی یک کلیسا دعوت کنیم اینا بیان خونمون چای بخوریم با هم آشنا بشیم و گفتم شما اگه کاری ندارین بعد از کلیسا تشریف بیارین پیش ما با همسرتون گفتین همسر من نیست ما همینجوری 5 6 سال با هم زندگی میکنیم همسر نیستیم خب همینجوری زندگی میکنیم بعضی رو من دیدم توی آلمان اینجا چون که کاغذ نداریم ما همینجوری با هم زندگی برد میشه شما برای ما یه دعایی بکنید ما رو برکت دین گفتم مگه ما مسلمان هستیم سیغتون کنیم همینجور یه دعایی بکنیم ما با هم باشیم نمیشه که یعنی ماها باید دقت کنید کلام خدا میگه یک نفر گناه کرد خدا تمام قوم رو تنبیه کرد و وقتی یک نفر فنیهاس میگه غیور شد یک نفر میگه گناه رو از بین برد تمام قوم شفا یافتن آمین قدوسیت بسیار بسیار مهمه معیار الهی در زندگی ما که امروز ما فاطر نباشیم ولرم نباشیم بلکه گرم گرم برای خداوند آتش مشتعل باشیم این چیزیه که انتظار خداست از ما و خدا میگه من صد درصد پشت تو هستم هرگز تو رو وانه میگذارم هرگز تو رو ترک نمیکنم اگر همونطور که خونده شد اگر عوامری را که من به تو امر میکنم تو نگاه داری صد درصد برکت بر سر تو خواهد بود آمین پس اینجا اولین مشکلی که کلیسای آخر زمانهای آخر داره که الان مادرش هستیم با گناه خیلی سازش کرده میگن در امریکا میگن سه جور کلیسا بزرگ میشه یک شما بگین آقا هر کس هر گناهی میخواد بکنه اصلا میگن توی سیاست امریکا میگن don't ask نپرس دیدی سه میمون هست گوشاش میگن چشاش نمیبرن دهانش میگن نه نه بپرس نه ببین نه حرف بزن هر که هر چی میخواد باشه خب اول جوری که کلیسا بزرگ میشه میگه این جور هست که هر کس هر کاری میکنه بزرگ راحت باشن در یک کلیسایی اومدن سندلی ها همین گفتن آقا این نیمکت خیلی سخته اومدن سندلی رو را راحت تر کردن یه سالون هم گفتن آقا هر کس سیگار میخواد بکشه تشریف برای یه سالون براش میزنیم و کسایی که میخوان بیان سینما اینا میتونن بیان اینجا خود اون فیلم براشون میذاریم بچه‌هاشون هم پاپ کورن میدیم ذرت میدیم نوشابه میدیم راحت باشین به جای اینکه برین بیرون همینجا کلیسا سه برابر شد این نوع اوله که با گناه سازش کنی مردم در راحتی خودشون باشن بهشون هیچ چی نگی کلیسا بزرگ شد نوع دوم کلیساییه که همه رو سر کار بذار شما برادر سلام کنید شما خواهر یه لیوان آب بیارین شما لطفا صندلی ها رو شما موزیک بزنین شما بخونید شما نمایش بازی کنید همه آدم ها رو بذارید سر کار نه اینکه رویاداری فقط همه رو درگیری یه کاری بکنی که کلیسا افراد فکر کنن مهم من, من حتماً باید برم چرا باید بری چون که من باید چراغ رو روشن کنم نمیگه برم تا روی خدا رو به طلبم از خدا بشنوم برای اینکه من باید برم موزیک بزنم نه اینکه برم پرستش کنم متوجه هستین منظورم چیه یعنی کارها جای خدمت رو گرفته وظایفی که مردم دادن ولی نوع سوم که کلیسا بزرگ میشه وقتی روح خدا کار میکنه وقتی توبه هست وقتی رویا هست وقتی مردم میخوان شبیه مسیح بشن کلیسا رشد میکنه خب اینجا قسمت اولی که کلیسای لابدوکیه داره کلیسای ولرم هست کلیسایی که با گناه و با گناهکارا سازش میکنه به اونها چی نمیگه یادم سالها پیش بود من شدم شبان کلیسای لس آنجلس قبل از من یک کشیش دیگه بود و یک کسی تو کلیسا بود این خیلی کمک میکرد تو آشپزخونه و کارا و اینا من نمیدونستم این چه کار میکنه فقط میدونستم که یه رستورانی داره یه چیزی و یه روز گفت برای رو شما تشریف آوردین تازه جلسه داره رو خونه ما شما شب بیاین خونه ما گفتم باشه همه اومدیم بعدم هم یه مش آدم جدیدم حالا نیده بودم تو کلیسا اونم تو اون جلسه دعا بودن تو خونشون وقتی که این رفت برای پذیرایی گفتم یکی از اینا دوید من بعد ما رو آزاد کنید خواهش میگم ما رو آزاد کنید گفتم بله ما رو آزاد کنید از اینجا این ما رو زندانی کرده ما رو اینجا نگه داشته زود تا دیدی اومد رفت اون وقت گفتم کی شما رو زندانی کرد همین 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 مرد این ما رو آورده قاچاقچیه ما رو آورده اینجا ما رو قایم میکنه ما رو نمیذاره بریم همه کاغذامونو گرفته ما رو اینجا نگه داشته گفتم کیو میگی؟ گفتم, همین همین که داره خدمت میکنه تو کلیسا قاچاقچیه بعد من رفتم صحبت کردم گفتم بعدا میشه بعد از من با شما صحبت کنم بعدا شما خدا رو شکر برای وجودت چقدر خدمت میکنی چقدر بعدا اینا کی اینا این بیچاره ها اینجا چیکار میکنن اینا رو بعد هیچی سرش انداخت من هیچی نگفت بعدم یکی رو فرستاده برو برده رامین بگو من دارم ده یک میدم من دارم پول میدم به این کلیسا من دارم خدمت اگه بخواد جلو من این چیزها رو بگیره دیگه پشت گوشش دیگه من دیده آقا خوش اومدی من بیام با تو سازش کنم یه قاچاقچی که تو بخوای ده یک بده به کلیسا یا بخوای نمیدونم کمک کنی تو آشپزخونمون اصلا نخواستیم این کلیسا رو در امریکا یه نفر از طرف غرب امریکا که لس آنجلس اینا رفت شرق امریکا بره کلیسا دفترچه تلفن رو باز کرد دید نوشته چرچ کلیسا به انگلیسی زنگ زد زن. آقا ببخشید من دیدم شما تو منطقه که الان من هستم کلیسا هستید چرچ هستید گفت بله گفت ساعت چند جلسه‌تون شروع میشه گفت جلسه چی شما سفارشتون چی هست چی میخوای بخوری گفت گفت مگه اینجا کلیسا نیست گفت چرا ایست چرچ گفت خب جلسه پرستش گفت پرستش چیه اینجا رستوران مرغ فروشیه اسمش کلیساست و گفت من خیلی تعجب کردم که این چیه رفتم باز کردم توی گوگل سرچ کردم دیدم اینجا چرچ قبلا یه کلیسا بوده که بعد از جلسه کلیسای مرغ میدادن و مرغش خیلی خوب بوده کلیسا دیگه برش همه رفتن ولی مرغه مونده اسمش هم گذاشتن چرچ همونجا مونده بعضی موقع کلیسا به هم می‌خوره، رویا تموم میشه ولی مرغ تموم نمیشه. <applause> همینجور آدما برای چیزهای جسمانی کلوب باشه. بعضی از کلیساها من میرم صحبت کنم. میخوام میگیم خب الان جرسو شدی طرف برام یه دقیقه وایسین. گفتم مثلا میخوام پرستش کنم گیتار میزنم. یه دقیقه وایسین گفتم کجا من برم چند تا سیگار بکشم بعد برگردم. ای. بابا تو داری خدمت میکنی؟ کلام خدا میگه با تقدیس بشی جسم تو م... مسکن روح خداست نباید جسم تو داغون کنی نمیدونیم هنوز خدمت و قدوسیت پاکی با همه چی سازی بذار هر کس هر جور طرف فوش میده طرف گناه میکنه آقا چیزی نگو بذار کلیسا پر باشه ولی کلام خدا میگه که یک نفر از شجاعان داوود هزار نفر رو تاقوب میکرد ما دنبال سیال نیستیم یک نفر وقتی که من موزی میکنم یکی از ایمانداره یکی از کلیسایی که ایرانی بود صحبت میکنم بعد رفتیم با هم بیرون با کلیسا گفتن نهار تشریف داشته باشید تو پارک رفتیم دیدم همین رهبر شروع کرد، رفت سیگار کشتن با افراد من گفتم وای خدا کاش که این حیفه <تص> اینو من روش بردم ریزی کرده بودم که کلام خدا رو بره دانشگاه الهیات درس بخونه اینا و بعد من باش صحبت کردم ما من هر یه ماه میرم این کلیسا صحبت میکنم دیدم اومد ماه بعد گفت بردر رامین. گفتم بله گفت من میخواستم به شما ممنون از اینکه منو هوشیار کردید من الان یک ماه سیگارو گذاشتم کنار من قبلا کوکائینی بودم گفت کوکائین میزدم تو همینجا توی هامبورگ یه جایی بود که برای کسایی که کوکائین خود دولت گذاشته بود گفت من اونجا بودم ولی الان فکر میکنم خب حالا کوکائین رو گذاشتم کنار حالا دیگه یه سیگار چیه گفت ولی ممنون که گفتید الان سیگار رو نه تنها گذاشتم کنار دارم ورزش میکنم و اینجوری گفتم خدا برکت گفتم روز منو ساختی که من میبینم که خدا داره کار میکنه در زندگی افراد برای ما این مهم نیست که عزیزان یک گناه کبیره باشه یا صغیره وقتی گناه بر شما تسلط یافته و شما اسیرش هستید و نمیتونید ازش آزاد بشید فرقی نداره کشنده ترین که تو دنیا وجود داره کی میدونه چیه اون که هیچی اون میگه اون هولی اون هول محولی دیگه اون خیلی باورتون نمیشه نه شیر نه مار نه تمساح یه انگلای کوچیکن اونا وارد بدن میشن آدمو میکشن یک فیوز کوچیک در ماشین خراب بشه تمام ماشین حرکت نمیکنه. پس نگیم یه گناه کوچیک که بابا این چیه من برادر ادوارد میگفت اقلا گناهانتون رو عوض کنید دیگه همش توی گناه نمونید دلتون خوش باشه که از این آزاد شدم ولی نه اینکه همش چسبیدین یک گناه صد ساله داریش و باش هویت پیدا کردی پس اینجا دومین چیزی که در مورد کلیسای زمان آخر میگه میگه که حالا این جالبه اهل لابدیکه لابدیکه شهری بود در آسیای صغیر که بین افسوس و کولسی بود آب سرد از یک طرف می آب گرم از یک طرف به لابدیکه آب سرد افسوس میشد لرم آب گرم کولسی هم میشد لرم به این دو جا از این دو جا که آب سرد و گرم میاد هیچ کدومش به اینا نه سردش میرسید نه گرمش فقط همیشه اینو ولرم داشتن همه چیزا و خود ایمانداران هم همونجوری بودن و اینجا نکته بعدی میگه که تو میگویی من دولتمند هستم من همه چی میدونم کلیسای زمان آخر من ابری بلدم یونانی بلدم تمام فرهنگ خوندم تمام دیکشنری های اینو خوندم همه چیز رو من میدونم تمام اینترنت زدم سرچ کردم تمام واعظ معروف رو رو چیز نگاه کردم من خیلی میدونم و اینجا کلام خدا میگه که تو میگی دولت اندوختم انقدر مدرک دارم تو دیگه به من حرف نزن و اینجا میگه و به هیچ چیز محتاج نیستم من احتیاج به هیچ کس ندارم کلیسای زمان آخر خودش نیازمند به خادمی نمیدونه من خودم مست دارم نمیم تالا اینو شدید من احتیاج ندارم کشیش داشته باشم من احتیاج ندارم سرسپردگی داشتم من خودم همه چیز رو میدونم ولی کلام خدا چای میگه مسیح بخشید به کلیسا شبانان معلمین رسولان مبشرین و انبیا رو که بتونه کلیسا رو رشد بده تا کلیسا از هر بادی رونده نشه بعضی من دیدم یک کتاب میخونن حالا من عقیدم این بری شد دوباره یک کتاب دیگه میخونن مسیح با هر بادی به این ورون بر میرن پاپ یه بار گفته بود خیلی گفته جالبی داره میگه در زمان پتروس که اولین پاپ بود میگه وقتی او در اعمال باب سه رفت یک فلجی دید پتروس به فلج گفت ما را طلا و نقره نیست آنچه داریم قدرت نام عیسی مسیح برخیز و بخرام پاپ گفت اونها در آن زمان طلا و نقره نداشتند، ولی مسح خدا رو داشتن ما امروزه کلیسای کاتولیک طلا و نقره داریم ولی مسحی که بگیم برخیز و به خرام رو نداریم امروز کلیسا احتیاج داره که مسح خدا رو داشته باشه نه اینکه بگه من دولتمند هستم من پولدار هستم من همه چی دارم بلکه احتیاج به مسح و اون برکت روحانی است نکته بعدی که این کلیسا داره و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و اوریان مسیح توی متی باب گفت چقدر فاجعه است که نوری که در توست ظلمت باشه شما توجه کنی، اینا میگن ما پول داریم ما همه چی داریم ولی مسیح میگه نه تو فقیری هیچ چی نداری کوری فکر میکنی خودت همه چیز رو میدونی ولی هیچ چی نمیدونی تو فریسی ها توی یوحنا باب نه اومدن وقتی مسیح گفت من آمدم تا کوران بینا شوند و بینایان کور گفتن ما بیناییم یا کور گفت چون که فکر میکنید بینایید اتفاقا کور هستید کسی که میدونه نمیبینه خواهد دید کسی که میدونه نمیدونه یه چیزی میفهمه ولی کسی که فکر کنه من همه چیز رو میدونم برای او هیچ امیدی نیست کلام خدا میگه بزرگترین گناه غرور هست غرور روحانی که من همه چیز رو میدونم احتیاج به هیچ کس و هیچ چیز ندارم و بعد حالا میاد چاره رو میگه تو را نصیحت میکنم مسیح میاد نصیحت میکنه که این کلیسا با ما امروز اینو احتیاج داریم نصیحت خدا برای خودمون در این روزها چی هست من و شما با چیکار کنیم ما الان در مقطعی هستیم که کلیسا وضعیت اینه ما باید نور باشیم باید نمک باشیم باید آتش مشتعل باشیم ولی نیستیم کلیسا سازش کرده با گناهان با مردمی که میان و ما باید با ساز اونا برخصیم وگرنه کلیسا چاپینگ شده هر کس از اینجا بهش گفتی بالا چشمه ابرو میره یه کلیسای دیگه از اینجا بهش چیزی گفتن میره یکی اومد تو ما که لس آنجلس بودیم خیلی خواننده می اومد تو کلیسا برادر امین میخوای من میام بالا بخونم براتون گفتم اینجا که کنسرت نیست اینجا کلیسا است خب بله میدم ما هم اگه میخواین میدونی که مجله هاشون رو میوردن نشون ما ببینیم ما خواننده میدونم میشناسم شما رو ولی ما اینجا پرستش میکنیم اینجا آهنگ نمیخونیم قرد میکردم میرفتن یه کلیسای دیگه اون کشیش هم هول برای اینکه در دست نداری بفرمایید شما بیایید میکروفون رو بگیر خب دو روز بعد یندش در می بعد از اون کلیسا می یه کلیسای دیگه اینجوری از یه کسی پول میگرفت شما به من پول بدین 5000 تا تا من براتون یه نوار روحانی بزنم پول رو می گرفت یه جای دیگه وقتی که شاگرد صرف ساخت نشه هنرش از آتش رول القدس نگذره به درد نمیخوره کلام خدا میگه طلا رو که بیارید باید طلا اینجا ببینید چی میگه میگه تو را نصیحت میکنم زر مصفا به آتش را از من بخری تا دولت من شبیه. زر مصفا به آتش طلای از آتش گذشته طلا سمبل ایمان هست ایمانی که از آتش باید بگذره و اون موقع هست که تو میگه باید به اینو بخری از من تو اشعیا 55 آیه یک میگه بیایید این برکات رو از من بخرید ولی بی پول عزیزان چه چیزی ما میتونیم واحد ارز آسمانی میدونید چی هست چه واحد پولی هست در آسمان اونجا تلا اینا آسفالته میدونید که تمام زمینا ها تلاس. اونجا تلا اصلا واحد پول نیست یا بگیم آقا شمش داریم اونجا تمام زمین آسفالتش تلاس. واحد پول آسمانی میدونید چیه نه شیطان هم میمان داره اول قرنها سیزده اگر تمام چیزها رو داشته محبت نداشته باشم واحد پول آسمانی عشق و محبته تو چقدر محبت داری نسبت به خدا چقدر عشق داری نسبت به هم نویت همسایت اگر اونو داری تو پول داری و بعد میگه وقتی اینو داری تو دولتمند میشی چطور؟ میدونید چه کسی دولتمنده؟ کسی که میتونه چیزهایی رو که پول نمیخره داشته باشه. پول میتونه خونه براتون بخره ولی آسایش نمیخره. کسی دولتمنده که آرامش و آسایش داره. پول میتونه دوا براتون بخره ولی سلامتی نمیتونه براتون بخره. کسی که سلامتی داره دولتمنده. پول میتونه فیلم‌های خنده‌دار براتون بخره ولی شادی رو نمیتونه تو قلبتون بیاره. کسی که شادی داره اون ثروتمنده. متوجه هستین؟ پس خداوند میگه اگر ایمانی که تو از آتش بگذره ایمانی هست که میتونه تو رو دوله حالا من میخوام این ایمان چی است مرقس باب 11 آیه دو وقتی که شاگردای مسیح دیدن یک درخت انجیر هست و عیسی مسیح داشت رد میشد دید این انجیر نداره و عیسی مسیح میگه گرسنه بود اومد و دید نیست و گفت به تو دیگر هیچ موقع هیچ ثمری نخواهد وقتی که برگشتن یه دفعه دید که اه استاد به همین درختی که نفرین کردی خشک شد مسیح یه آیه ای اونجا نوشته لطفا کتاباتون رو باز کنید میخوام این آیه رو دقت کنید بهش مرقس 11 22 چون که تو ترجمه کلمات درستی رو نذاشتن باید یکم کلمات جابجا جا بشن کلمات درستن ولی جابجان مرقس 11.22 چی میگه؟ به خدا ایمان داشته باشید. باشی. توی یونانی که انجیل نوشته شده اینجوری نیست. نمیگه به خدا ایمان داشته باشید. میگه ایمان خدایی داشته باشید. یه بار دیگه به خدا ایمان داشته باشید نیست. ایمان خدایی داشته باشید یعنی چی؟ شاگرد ها که به خدا ایمان داشتن ولی ایمان خدایی نداشتن ایمانی مثل مسیح که وقتی سخن بگه انجام بشه ایمانی که از آتش گذشته ایمانی هست که صد در صد باور داره به آنچه رو میگه انجام میشه مسیح گفت برای همین ادامه میده در ادامهش چی میگه؟ و شما اگر کسی این بگوید. کوه بله چی میگه؟ آیا شما چنین ایمانی دارید که آنچه بگید میدونید صد درصد انجام میشه این ایمان خداییه این چیزیه که خدا از ما انتظار داره ایمانی داشته باشی که آنچه میگی انجام بشه آمین پس اینجا مسیح میگه تو مستمند هستی دارم نصیحتت میکنم باید بیای و زر مصفا ایمانی داشته باشی که ایمانی که پر از آتش روح هست ایمانی که مثل دهان خدا هستی آنچه میگی انجام میشه و نکته بعدی میگه چی؟ باید از من تا دولت من و رخت سفید را دومین چیز پس اولی چی؟ ایمان چی؟ ایمان آتشین ها؟ ایمان خدایی دومین رخت سفید در کلام خدا وقتی شما در مورد رخت میخونید در متا یک باب 22 یک آیه‌ای هست عجیب غریب میگه اومدن پادشاهی یک مهمونی داد همه مهمونا نیومدن علی که بهانه آوردن ما نمیایم بعد دوباره فرستاد دوباره گفتن آقا ما کار داریم نمیایم بی اعتنایی کن سومی گفت گرفتن کشتن طرفو <تصحنت> نماینده رو بعد دیگه پادشاه گفت اصلا میدونی چیه اینا اصلا لیاقت ندارن برین هر کس رو تو خیابون هر جا دیدین بیارید و میگه اینا رو آوردن و پادشاه برای دیدن دعوت شدگان آمد اینجا یکی از مهمترین چیزاست که میگه تو آیه 22 دید یه نفر اومده ولی لباس عروسی تنش نیست گفت ای عزیز تو چطور اینجا اومدی که لباس عروسی نداری؟ بعد گفت اینو بگیرید بزنید بندازنش. یه نفر وقتی این موضوع داشت میشد به من گفت این خیلی بی انصافیه خب طرف بدبخت لباس نداشته دیگه خودش هم دعوت کرد آقا هر کس میخواد بیاد حالا بگیرن بزنن طرفو بندازن چرا اینجوری کرد خداوند گفتم نه نه تو جریان نمیدونی آخر چه خبر بوده در زمان قدیم پادشاهان یک اتاقی داشتن رخکنی که لباس شاهانه اونجا بود برای هر کسی میاد باید با لباس شاهانه بیاد خود پادشاه لباس رو میداد متوجه شدیم؟ هر کس که میومد نمیتونست با لباس خودش بیاد باید میرفت اونجا بهش لباس میدادن مثل دیدی شما میرید مثلا فرض کنید اسکی باید لباس اسکی داشته باشید برای رفتن به زیافت پادشاهان باید لباس اشرافی میپوشیدی و پادشاه لباسهای های بسیار داشت در هر سایز هر کس میومد باید اینا رو میپوشید و او آمده بود آنجا ولی لباس که خود پادشاه مهیا کرده نپوشه عیسی مسیح برای ما تمام چیزهایی رو که ما باید به دینداری زیست کنیم دوم پتروس باب یک آیه سه او برای ما مهیا کرده تو هیچ احتیاج روح القدس به تو داده شده پنتیکاس انجام شده و تو باید لباس شایسته بپوشی و این لباس برای تو مهیاست برای همین خدا قبول نمیکنه که تو بخوای با لباس بد بیای تو عروسی بخوای خدمت کنی بگی من حالا ببخشید اومدم قربانی بگذارم ولی یه گوسمند آوردم چشش کوره پاش لنگه کلام خدا میگه نه لنگ نه کور نه قددار هیچ چیزو برای من قربانی نیاره من اینا نمی پذیرم میگن یک روز تمام پول ها رفته بودن به بهشت صد دلاری داشت قلدری میکرد من در تمام هتل های خوب گشتم همه جاهای زیبای دنیا رو دیدم 50 دلاری گفت خب منم رفتم بهترین رستوران ها من رفتم اونجا غذاهای خوب خوردم 20 دلاری هم گفت من تمام حاجت و خرید و فروش مردم رو انداختم یک دلاری گفت من از همتون وزن بهتره گفتن چرا گفت من از همه با ایمان ترم من همیشه در کیسه هدایا بودم در کلیسا بعضی موقع ما فقط یک دلاری مون رو میخوایم به خدا بدیم و پول های بزرگ برای خودمون میخوایم ولی اینجا کلام خدا میگه خدا میخواد تو بهترین تو بهش هدیه کنی آمین, آمین. و بعد آخرین چیز و بعد میگه بیا تا سرمه به چشمان خود کشیده بینایی یابی در لا که نمیم اگر شما مارک کی یادشه که علامت داروخانه چی بود کسی یادش هست آفرین یه ماری بود که داشت تو یه جامی این مال لاودوکیه بوده لاودوکیه میگفت ما همه چیز رو میدونیم ما دوای کوری هم ساختیم و این آرم لاودوکی است که یه ماره بعد روی جام اینجا مسیح بهش میگه اتفاقا تو کوری خودت فکر میکنی داری دوا میسازی مرهم میسازی ولی خودت تو کوری کور میدونین چه کسیه کور این نیست که کسی که چشم نداره کور کسیه که چشم داره ولی در تاریکی سلوک میکنه چیزی رو نمیبینه با اینکه چشم داره فریسی ها چشم داشتن ولی مسیح رو نمیدیدن چه کسی هست کسی که خواب روحانی هست شما وقتی میخوابید آیا بر اطراف خودتون کنترل دارید؟ کسی که خوابه نه مثل یه مرده است آیا میبینه چه اتفاقایی داره میفته؟ نه خوابه آیا میتونه فعالیتی بکنه در حال خوابیده مثلا یه چهار تا کار دیگه هم انجام بده؟ نه وقتی که ما کور هستیم وقتی که رویا نداریم وقتی که از لحاظ روحانی در خواب هستیم زندگی ما مثل یه مرده است و اینجا مسیح ما رو میگه میگه من میخوام چشمان تو بیدار بشه میخوام نور بیاد تو زندگیت میخوام زندگیتو هدف پیدا کنه و بری جلو خب اینجا یک چیز در انتها میگه پس غیور شو غیور شو و توبه نما هر که را من دوست میدارم توبیخ و تهدید می عزیزان انگیزه خدا برای تبدیل ما این نیست که چوب گرفته دستش من شما رو میزنم یا میفرستمتون تو جهنم بعضیاتون رو آبکش میکنم با آبجوش جوش رو با آتیش میریزم اینجوری میسوزم کبابتون میکنم انگیزه خدا عشقه کلام خدا میگه همونطور که یه پدر غیرت داره برای فرزندش که او رو به تمام قوت او رو به بهترین نحوی بخواد آموزش بده و تربیتش کنه خدا هم دوست داره فرزندانش بهترین باشن برای همین میگه من تو رو دوستت دارم برای اینکه دوستت دارم نمیخوام زندگی تو اینجوری باشه میخوام برکات تو زندگی تو بیاد و اگر تو اطاعت کنی بلند خواهی بود فقط یه بار دیگه بلند خواهی بود فقط نپست آمین پس هدف خدا عشق هست خدا میخواد به شما نصیحت کنه که غیور شو توبه کن توبه یعنی چی؟ توبه در زبان یونانی یعنی تغییر 180 درجه فکر وقتی شما داری اینوری میری 180 درجه باید عوض کنی توی انگلیسی کلمه ای که برای توبه هست ری پنت ری یعنی رجوع پنت به پنت هاوس که میگن بالاتر جاست. وقتی تو داری گناه میکنی داری سقوط میکنی و خدا میخواد دوباره به آسمان رجوع کنی میخواد تو 180 درجه فکراتو عوض کنی خدا با ماست عیزان خدا به ضد ما نیست خدا ما را داره تشویق میکنه غیور شو بیا ایمان آتشین و ایمان خدایی داشته باش بیا اون رخت الهی رو که من برای تو که مسیح هست کلام خدا میگه مسیح را بپوشید یه بار من به یکی گفتم که از این پشت آرمانی هست که میزنم پشت ماشین ماهیه و گفت هر گفت من نمیزنم گفتم برای چی نمیزنی گفت چون که من خیلی تند میرم آبروریزی الان میگن این مسیحی همش خلاف میکنه ما چطور ما آیا حاضر هستیم با لباس مسیح بیرون بریم جیم کویزو هنرپیشه فیلم مصائب مسیح اومد شهادت داد گفت من که در ایتالیا بودم فیلم مسیح رو بازی میکردم من رو که شبیه مسیح کرده بودم مردم می اومدن و میخواستن برایشون دعا کنم همه شفا می آمد. گفت من که به شکل مسیح در اومدم چقدر خدا برای هم یک فیلمی ساختن اگه خواستین Miracle of Passion معجزه مسایب مسیح که چقدر آدم ایمان آورد چقدر آدم شفا یافتن وقتی تو شبیه مسیح هستی مسیح رو میتونی نشون بدی مردم دنبال این هستن که در یک شخصی مسیح رو ببینن و امروز من تو خونده شدیم اولین بار در انتاکیه به شاگردان گفتن مسیحی چون که مثل مسیح زندگی میکن بیاین امروز اون مقام و مرتبه ای رو که خدا به مون داده بپوشیم بیایم امروز از قوت و از آتش روش پر بشیم. بیایم نصیحت او رو بپذیریم و بخوایم برگردیم، غیور بشیم و توبه کنیم. لطفا سرپا باشیم. پسر گم شده وقتی به خودش اومد در بدترین جا بود، در خوکدونی. حتی غذای خوک هم نبود که بخوره ولی گفت یه چیز رو فهمید فکرش عوض شد 180 درجه فکرش اخیر قبلا مال پدرش میخواست بره صرف کارهای بدش بکنه ولی گفت نزد پدر من همه چی هست برمیگردم امروز فکر باید عوض شه عیزان در, در, کلام خدا کولیسیان سه میگه زیرا زندگی شما در مسیح مخفی است شما جای دیگه زندگی ندارید حقیقتش اینه فقط زندگی شما معنا و مفهومش در مسیح هست اگر امروز در مسیح باشی بهترین نقشه که خدا برای تو داره که بهترین پتانسیلی که تو داری از تو بیرون میاد جای دیگه باشی چند نفر شما تا حالا تصمیمایی گرفتین که تو اون شکست خوردید ها؟ چند نفر شریک شدید با کسی شکست خوردید ما خیلی تصمیم های اشتباه گرفتیم ولی خدا میگه طریق وی طریق کامل است خدا بهترین رو سنجیده و به ما میخواد بده آمین با هم دعا کنیم پدر شکرت میکنیم برای امروز برای اینکه تو ما را در آتش می آزمایی در سختی ها و مشکلات خدا من میخوای ایمان ما رو خالص کنی ما امروز در این بره زمان در مقطعی که کلیساها ها در دوره هستند که ولن و فاتر می باشن خدا من ما می خواهم تو ما را دریابی تو خود دعوت کردی غیور شو توبه نما برای ما امید هست چون که تو زنده هستی میخوام از رو دعوت کنم امروز اگه تصمیم میگم تو که چشه هامون بسته است اگه امروز میخوای یک تصمیم جدی تو زندگیت بگیری برای اینکه خدا رو با تمام دل با اون ایمان الهی که سخن بگی مثل خدا زندگی تو مسیح رو نشون بده مسیح رو پوشیدی و چشمان تو دید تو بینایی تو از خداست امروز میتونی با من دست تو بلند کنی و دعا کنی خداوندا به سوی تو بازگشت میکنم همونطور که پسر گم شده به خودش اومد منم امروز خداونده میخوام نمونه باشم روی زمین که بلند باشه فقط نپست بتونم در زندگیم با تمام دل تو رو متابعت کنم دنبال کنم و اسم تو رو جلال بدم اگه امروز این تصمیم رو میگیری خداوند میگه ما ترس من با تو هستم هرگز تو رو ترک نمی کنم هرگز تو رو با نمیگذارم و از تو برای جلال خودم استفاده میکنم خداوند به یوشع گفت تو را محمل نخواهم گذاشت یعنی تو رو بیکار نمیذارم از تو استفاده میکنم خدا از تو استفاده خواهد کرد اگه امروز تو به تمام دل خودت رو به او بسپاری میتونی آواز تو بلند کنی خودت با خداوند این عهدو ببند هر کدوم از ما باید جلوی مسند خداوند حاضر بشیم و به او بگیم خداوند لبیک لب مرا بفرست لبیک لب ای خداوند در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنیم آمین هللویا شک.